چندین ماه کامنت میاد که در مورد ماشین زمان نازی ها بسازیم. دستگاهی که شاید در زمان آلمان نازی ساخته شده و الان هم معلوم نیست کجاست. و نه ما، هیچ کس نمیدونه واقعیه یا نه. این یک تئوری توته است. اسم این دستگاه که وجودش قابل تایید نیست، دیگلوکه است که به فارسی میشه ناقوس. حالا ما اصلا به تئوری توته‌اش کاری نداریم. میخوایم ببینیم اصلا همچین دستگاهی ساخته شده. حالا نه ماشین زمان، حتی یک دستگاه به نام دیگلوکه ساخته شده یا نه. آلمانی‌ها رو که میشناسید، همیشه از زمان خودشون جلوتر بودن. اونها اولین موشک‌ها رو ساختن، اولین جت‌های جنگنده رو ساختن. اونا سعی میکردن خودشون رو جلوتر از همه نشون بدن. اولین موشک بالستیک هم که همون راکت V2 بود در آلمان نازی ساخته شد. حالا نمیخوایم تاریخچه صنایع آلمان نازی رو بگیم، فقط میخوایم دیگلوکه رو بیشتر بشناسیم. تئوری توته این داستان از سال 2000 شروع شده. این داستان از یک کتاب آلمانی به اسم میتل ورک سرچشمه گرفته. میگن سازنده این دستگاه یکی از افسران عالی رتبه SS بوده، افسری به نام دکتر هانس کاملر. تو این کتاب نوشته بود که در آلمان نازی یک دستگاهی ساخته شده که جاذبه را از بین میبره. این دستگاه یک سوخت عجیبی هم داره، زیروم 525. زیروم 525 میدونید چیه؟ همون چیزیه که ما سرش بحث داریم، جیوه قرمز. احتمالاً داستان با ارزش بودن جیوه قرمز هم از این تئوری سرچشمه گرفته. حالا اطلاعات بیشتری راجع به این دستگاه چیه؟ کی اینو ساخته؟ با چی ساخته شده؟ هیچ نوشته معتبری راجع به این دستگاه وجود نداره. و این برای دستگاهی که ساخت آلمان نازیه خیلی عجیبه. چون اونها هرچی رو که می ساختن یک کتابم در موردش چاپ می کردن. که این چیه، با چی ساخته شده، کجا ساخته شده، کیا روش کار کردن. اما در مورد این دستگاه خیالی هیچ اطلاعات اینجوری وجود نداره. یکی از دانشمندان بنامی که میگن روی این کار کرده دکتر ورنر هایزنبرگ بوده. دکتر هایزنبرگ همون مقامی رو داشته در آلمان نازی که اوپنهایمر تو آمریکا داشته. اینم رئیس پروژه بمب اتم آلمان بوده. اسم هایزنبرگ هم تو سریال بریکینگ بد از ایشون اومده. این آقا رئیس پروژه بمب اتم آلمان بوده و اصلا وقت نداشته دیگلوک بسازه. در سال 1945 هم آلمان سقوط کرد و همین آقای هایزنبرگ هم افتاد دست آمریکایی‌ها. ولی بعد از یه مدت آزادش کردن چون دیدن مجبوری کار میکرده. باید بدونید که بعد از اینکه جنگ تموم شد، بیشتر دانشمندای آلمانی افتادن دست آمریکا و فقط حدوداً 20% افتادن دست شوروی. تئوریسین‌های توته میگن که آمریکا این دیگلوکه رو برده آمریکا و داره باهاش زمان رو کنترل میکنه. البته ما نمیگیم باور کنید، چون دیگلوکه کلاً تئوری توته است، مگر اینکه خلافش ثابت شه. همون آدمایی که به این تئوری اعتقاد دارن میگن که نازی‌ها بشقاب پرنده هم ساخته بودن و اونم افتاده دست آمریکا. اونها طراحی هورتن 229 هم نشون میدن که میگن این طراحی افتاده دست آمریکا و آمریکا از روش B2 رو ساخته. بعد از جنگ جهانی دوم یک جو ضد آلمانی دنیا رو گرفته بود و بیشتر کتاب‌ها و مجلاتی که چاپ می‌شد آلمان‌های نازی رو خیلی پیشرفته نشون میدن، اما خیلی هم بدجنس. تو این کتاب‌ها و مجلات خیلی چیزهای تخیلی در مورد نازی‌ها می‌گفتن که مثلا با آدم فضایی‌ها رابطه دارن، زمان رو میتونن کنترل کنن و خیلی چیزهای تخیلی دیگه. درسته که آلمانی‌ها پیشرفته بودن، اما نه اینقدری که گندشون کرده بودن. اگر الان به این حرفا میگن تئوری توته، قدیما دیگه تئوری توته هم نمیگفتن، میگفتن واقعیته، یه همچین چیزی هست.
مثلا اون زمان میگفتن نازی‌ها زیر دریایی‌های الکتریکی دارن که هنوزه که هنوزه همچین چیزی ساخته نشده. در اون زمان‌ها بیشتر فیلم‌هایی هم که ساخته می‌شد یک دانشمند نازی بدجنس رو نشون می‌داد که می‌خواد دنیا رو از بین ببره و بعد چند تا آمریکایی میرن نمی‌ذارن. میگن دیگلاکم از همین داستان‌ها سرچشمه گرفته و نمی‌تونه حقیقت داشته باشه. مخصوصاً اون سوختش، زیروم 525 یا همون جیوه قرمز که اصلاً همچین چیزی وجود نداره. این همه دانشمند آلمانی که بردنشون آمریکا و اون مقدار زیادی که بردن شوروی، چطوریه که هیچ کدومشون راجع به دیکلوکه صحبت نکردن؟ یعنی هیچ کدوم از اینا این دستگاه رو ندیده بودن؟ همه این دانشمندا از دنیا رفتن، بعدش تازه دستگاه دیکلوکه درست شده. یک سوال خیلی مهمتر از همه اینه که اگر هیتلر بشقاب پرنده داشت، دستگاه ضد جاذبه داشت، زمانو میتونست کنترل کنه، پس چرا جنگو باخت؟ کسانی که عشق تئوری‌های توته رو دارن میگن که در سال 1965 آمریکا دیگلوکه رو آزمایش کرده. در اون سال یه چیزی مثل شهاب سنگ اما با سرعت خیلی پایین نزدیک پیتسبرگ پنسیلوانیا سقوط کرد. خیلی ها این سقوط رو دیدن. بعدم مشخص شد که یک ماهواره روسی بوده به نام کاسموس که سقوط کرده و اونجا افتاده پایین. اما بعد از این واقعه تئوریسین های توطئه به وجد اومدن و فوراً شروع کردن داستان سازی. اونها گفتن این مربوط به دیگلوکه بوده که افتاده زمین. این همون ماهواره‌ای بود که افتاد توی پنسیلوانیا. شکل این ماهواره را که نگاه می‌کنی خیلی شبیه دیگلوکه است. برای همین گفتن ردخور نداره، این خودشه. اگر بخوایم بی‌طرف قضاوت کنیم، میتونه یک عملیاتی باشه در مورد بمب اتم. چون تئوریسین‌ها تأکید می‌کنن که هایزنبرگ هم تو پروژه دیگلوکه کار کرده. هایزنبرگ هم که گفتیم رئیس پروژه بمب اتم بوده. اما سوال اصلی اینجاست که لطفاً جواب بدید، اگر آلمان نازی اینقدر پیشرفته بوده که میتونسته این وسایل عجیب غریبا بسازه، پس چرا جنگ و با حتی به ساخت بمب اتم هم نرسید؟ لطفاً کامنت بدید. روزی نیست که ماشینی، کامیونی، موتورسیکلتی وارد بازار نشه. هر روز یک چیز جدید. برای اینکه با همه این وسایل جدید آشنا بشید، به کانال تراک اور کارز برید و جدیدترین وسایلی که به بازار اومده رو ببینید. راه میونبر برای رفتن به اون کانال اینه: truckorcars.com. همچنین در اونجا میتونید هر وسیله‌ای رو که دوست دارید انتخاب کنید، کامنت بدید که فارسیش تو پارس جی تی آپلود بشه.